مثلاً ریاست احصایی مرکزی دیتابیس را به نام افغان انفو به منظور شریک ساختن ارقام و اطلاعات به کمک صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان فعال ساخت، که از طریق این وزارتخانه ها به مردم می توانند در اسرع وقت به معلومات در تمام بخش ها به ویژه جمعیت کشور دسترسی داشته باشند. نام اصلی به نام دوینفو است که نام بین المللی هستند و یک دیتابیس بسیار قوی، یک تکنولوژی بسیار قوی هستند که در قسمت ارائه معلومات و ارقام احصایوی به شکل های مختلف از اشکال که به شکل گراف، چارت ها و همچنان جداول ای دیزاین شده و برای محققین راه می کنند. وظیفه کوم افغانینفو دغه ستونزه حلای دلت دا سونزه حلی او هر څو کولای سي دا اوس سهار راغلم دلته کیناسم په دوه دقیقو کې مې ډاونلوډ کړ سافټویر او دا که اوس ما سره ټول مسایل ما په ټلیفون کې از سوی هم نماینده صندوق وجیه کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان را اندازی این تکنولوژی را در افغانستان مهم میخواند. این دیتابیس سبب می شود تا ناهماهنگی ها را در ادارات دولتی افغانستان برطرف کند و می تواند افغان ها را در آسیب شناسی کمک کند و در بخش حکومت داری خوب نیز موثر است. در این حال مثلاً در اداره ملی احصایی مرکزی یکی از دلایل نبود ارقام دقیق از جمعیت کشور را جنگ های تحمیلی سه دهه گذشته می خواند. نفوذ شماری یک بخش بسیار جدای وجود دارد که نظر به نرم بین المللی باید هر 10 سال یک مرتبه به صورت بگیرد. این حال بدبختانه بگویم در سه دهه جنگ افغانستان ما موفق نشدیم که نفوذ شماری بکنیم. این منبع معلوماتی در حال در کشور از سوی اداره ملی احصایه به منظور شریک ساختن اطلاعات و گزارشات راه اندازی می شود که از استفاده اینترنت و آشنایی این منابع در بسیاری از ولایات خبری نیست.